همگی، میسیز ریپورتر هستم. به ایران توده خوش اومدید. امروز با شما هستیم تا راجع به دانش آموز 11 سالی که خودکشی کرد با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید و ما رو بشنوید. قبل از شنیدن این خبر ما رو سابسکرایب کنید. مادر دانش آموز 11 ساله که خودکشی کرد میگوید محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد. آموزش و پرورش دروغ میگوید. مادر محمد میگوید که مدیر مدرسه میگفت میخواهد به محمد و دو دانش آموز دیگر گوشی تلفن همراه بدهد، اما این وعده عملی نشده بود. خانواده یک دانش آموز 11 ساله‌ای که به دلیل نداشتن گوشی هوشمند خودکشی کرده بود، جزئیات ماجرا را برملا کرد. وقتی خبر خودکشی محمد موسوی‌زاده در بندر دیر بوشهر پیچید، بوی فاجعه زیر پوست جامعه می‌خزد. شنبه ظهر بود که مادر محمد برای خرید نان از خانه بیرون رفته بود. پدر مریض محمد و برادر معلولش و دو برادر خردسالش در اتاق محقرشون منتظر مادر بودن و لابد با خودشون فکر می‌کردن که محمد گوشه‌ای از آشپزخانه نشسته و داره درس می‌خونه. اما ماجرا چیز دیگه‌ای بود. پسرک داشت مراسم خودکشی و اعدام خودش رو مهیا می کرد. مادر که از راه رسید چندین بار بر در کوفت، اما کسی در رو باز نمی کرد. پدر از داخل خانه و مادر بیرون در منتظر بودند که محمد به سمت در بره و تصویر لبخندش در قاب در روبروی مادرش پدیدار بشه. انتظار که طولانی شد، پدر از بستر بیماری بلند شد و دوان دوان راه حیات کوچک را طی کرد. در را که به روی مادر باز کرد، نگاه متحیر و نگران هر دو در حیات دنبال محمد میگشت، اما خبری نبود که نبود. مادر به داخل آشپزخانه سرک کشید. صدای فریادهایش محله را پر کرد و نان از دستش به زمین ریخت. تصویر جسد بیجان پسرک که کبود کف آشپزخانه افتاده بود، کمر او را خم کرد. پسرم گوشی می‌خواست. صدای مادر محمد موسوی‌زاده گرفته است. انگار گلوله‌ای از غم راه گلویش را بسته است. با همان صدای غم‌زده می‌گوید محمد دانش آموز کلاس پنجم بود. او بچه درس خوان و دانش آموز زرنگی بود. دلش می‌خواست گوشی هوشمند داشته باشه و بتونه برای معلمش عکس و فیلمایی رو که خواسته بفرسته. اما ما در خونمون فقط یه گوشی خراب داشتیم که نه فیلم برداری می‌کرد و نه می‌شد با اون وایس فرستاد. همین باعث غم و غصه پسرم شده بود. اون ادامه داد: همسر من مریضه و یه فرزند معلولم دارم. در خونه های مردم کار میکنم و زندگیمون رو به سختی و با کمک اقوام و مردم شهر میگذرونیم. میخواستم کار کنم و برای محمد گوشی بخرم. اون به من میگفت خودم بزرگ میشم و کار میکنم، اما الان نیاز به یه گوشی یا تبلت داشت که از بقیه بچه ها و درستاش عقب نیفته، که ما هم توان مالی برای خرید اون نداشتیم. آخرین شب محمد دلش رنگینک میخواست. مادر محمد با همون بغضی که در گلو داشت میگه فکرش رو هم نمی کردم که محمد چنین بلایی سر خودش بیاره. اون آخرین شبی به من گفت حواس رنگینک کردم.
بعد گفت دلش میخواد اون شب رو در آغوش من بخواد. نمیدونستم چه در سر داره و فکر نمیکردم فرزندم با من بیوفایی کنه و به خاطر قصه نداشتن گوشی خودش رو از بین ببره. آموزش و پرورش دروغ میگه. در حالی که آموزش و پرورش تکذیبیه‌ای در مورد علت خودکشی محمد صادر کرده و ادعا کرده مدیر مدرسه محمد به اون گوشی داده بود، از مادر میپرسیم که آیا مدیر مدرسه محمد به اون گوشی داده بود؟ اون با تعجب نه غلیظی میگوید و ادامه میدهد: مدیر مدرسه محمد چند بار گفته بود که میخواد به سه دانش آموز گوشی بده، اما این اتفاق نیفتاد. هیچ گوشی در کار نبود و تنها دلیل قصه پسرم که باعث شد این بلا رو به سر خودش بیاره همین نداشتن گوشی بود. مدرسه تا به حال هیچ کمک مالی هم به ما نکرده بود. غمنامه محمد، معلم محمد در فضای مجازی. متنی منتشر شده که منتسب به غمنامه معلم محمد شده است. در این متن آمده از خسته بودم. به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضوری بدترم داریم؟ روزگار از این سخت‌ترم هست؟ داشتم عکس فعالیت‌های بچه‌ها رو توی گروه شاد از بین پیام‌ها و وایس‌ها جدا می‌کردم که باهاشون کلیپ بسازم. همینطور که گروه رو زیر و رو می‌کردم، جابجا پیام سید محمد بود که اجازه گوشی من خرابه. اجازه گوشی من عکس نمی‌گیره. فیلم ارسال نمی‌کنه. دیروز آقای مدیر به هم زنگ زد و گفت سید محمد از دنیا رفته و الان نشستم پای گروه بدون تدریس، بدون تکلیف. از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه؟ کی بعد از وایسای روخونی فارسی بچه ها بگه من نمیتونم وایس بذارم؟ کی بعد از کنفرانس های مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیز من چطوری فیلم ارسال کنم؟ الان کی و چطوری منو آروم میکنم؟ الان میفهمم که روزگار از اینم سخت‌تر هست؟ سخت‌تر از نداشتن گوشی، نداشتن صاحب گوشیه. صدای مادر محمد هنوز توی گوشه صدا. عزیزان جانم، عزیزان دلم، خیلی ممنون که امروزم با ما همراه بودید و همراه شدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امیدوارم همه بچه ها، هیچ بچه ای به خاطر نداشتن و نرسیدن به آرزوش کشته نشه. امیدوارم همه آدما هر چیزی که میخوان در زمان خودش بهش برسن. خیلی ممنون که امروز ما رو شنیدین و همراه ما بودید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. توی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشید. کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون و دلای مهربونتون باشید.